در آستانه فرارسیدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در جریان هفته آینده برگزار شود، تقدقه ها و نگرانی های زیادی مبنی بر چگونگی وضعیت امنیتی از سوی شهروندان به میان آمده است. اما اینجا در هرات مسئولان امنیتی با توجه به این تقدقه و نگرانی ها به مردم اطمینان می دهند که در تأمین امنیت انتخابات از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نخواهند کرد تا مردم بتوانند با آرامش کامل در روز انتخابات از رأی خود استفاده کنند. ریاست عمومی پلیس مردمی، وزارت امور داخله و همچنین مدیریت عمومی پلیس مردمی که شاخه از او در ولایت هرات است، امروز یک محفل و اجتماع بزرگ مردمی داریم. می خواهیم که از زبان مردم ما و زبان پلیس بشنوند که ما به خاطر تامین امنیت روزهای انتخابات آمادگی کامل داریم و از طرف دیگه شوراهای مشورتی پلیس مردمی که در چوکات قمندانی امنیه ولایت هرات ایفای وظیفه میکنند، اینا همکار و حمایتگر پلیس هستند. در این حال مسئولان امنیتی به منظور تامین امنیت بیشتر در مراکز رایدهی در این ولایت از مردم میخواهند تا با آنان همکار باشند. آنان همچنان نقش مردم را در همکاری با پلیس مهم و حیاتی خوانده. پلیس هرات ضمن مهم خواندن نقش شهروندان در تأمین امنیت از مردم می‌خواهد تا با پلیس همکار باشند. ما شوراهای مشورتی در تمام حوزه‌های امنیتی و در تمام ولسوالی‌ها به شکل افتخارانه با خود داریم. همیشه ما را حمایت کردن، کنار ما هستند و این بار هم از زبان خود از اونا شاید شما بشنوین که برای مردم خود اطمینان میدن و در اون روز کمر همت میبندن تا ای که سایر هموطنان ما و شهروندان هرات ما پای صندوق‌های رایدهی بیاید. در این همایش وکلای گذر و نواحی و همچنان اعضای شورای مشورتی پلیس مردمی نیز حضور داشتند. آنان ضمن حمایت از انتخابات همکاری و پشتیبانی خود را با نیروهای امنیتی اعلام کردند. این افراد بر این باورند که تأمین امنیت انتخابات تنها از سوی نیروهای امنیتی غیر ممکن خواهد بود و تنها نیروهای امنیتی ما باید مد نظر نگیریم، به خاطر که ظرفیت فیزیکی نیروهای امنیتی ما از نگاه این نیروی انسانی بسیار پایین است، کم است. مثلا یک حوزه 20 نفر پلیس داره. اگه قرار باشه که یک حوزه که بیش از 20 هزار فامیل در او زندگی میکنه و 20 نفر تامین امنیت کنه، این غیر ممکنه. پس ما و شما هم باید پلیس های پشت جبهه باشیم، یعنی 50% باید ما همکاری مردم باشه. پلیس و نیروهای امنیتی وظیفه از اونا ای است و تعهد سپردن که از روند انتخابات نظم بخشیدن به او و همچنان حفاظت و امنیت بخش امنیتی اونا انجام وظیفه بکنن و وظیفه از اونا مشخص نمودن و یا حمایت از شخص مشخص نیه و مردم هم الحمدلله به باور برسیدن که نیروهای امنیتی ما میتونن از سرحدات خود، از سرزمین خود و از حکومت و حاکمیت خود پاسبانی و حراست بکنن. چندی پیش نیز نیروهای امنیتی در یک نشست هماهنگی میان حکومت و رسانه‌ها از تدابیر شدید امنیتی در تمام مراکز رایدهی خبر دادند. به هر حال قرار است انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن، یعنی ششم میزان امسال برگزار شود. در این انتخابات 17 نفر به شمول رئیس جمهور غنی به رقابت خواهند پرداخت.